سالانه میلیاردها دلار کمک های بشر دوستانه از سراسر جهان راهی کشور افغانستان می شود تا به دست نیازمندان برسد. اما این پرسش مطرح است که آیا همه این کمک ها به مقصد خود می رسند یا توسط طالبان مصادره شده و مورد سوء استفاده قرار می گیرند؟ همکارم فاطمه موسوی گزارش می دهد. افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و با 6 میلیون و 600 هزار گرسنه بیشترین تعداد افراد گرسنگان در جهان را در خود جای داده است. این آمار را که سازمان بهداشت غذایی در جدیدترین گزارش خود در هفته پیش صادر نمود اعلام کرده، از همین رو ما همواره در سنوات گذشته شاهد جاری شدن سیل کمک‌های نقدی و غیر نقدی از سوی کشورها و دولت‌های مختلف جهان و نیز از طرف سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه به سمت افغانستان بوده ایم تا شاید بخشی از نیازهای مبرم این کشور را رفع کنند. در همین راستا امرالله صالح سرپرست ریاست جمهوری افغانستان با انتشار توییتی در صفحه شخصی خود نوشت در تاریخ 3 و 4 ژانویه طالبان 80 میلیون دلار آمریکایی را به عنوان کمک‌های بشردوستانه دریافت خواهد کرد. اکنون این پرسش مطرح می‌شود که آیا طالبان این کمک‌های بشردوستانه را در محل درست و مورد نیاز هزینه خواهد کرد؟ واقعیت این است که نمیتوان پاسخ درست و دقیقی به این پرسش داد، اما رفتارها و اقدامهای تبعیض‌آمیز و قومیتی سنی‌های تندروی طالبان علیه شهروندان مختلف افغانستانی از قومیت‌ها و مذاهب و نژادهای مختلف در طول 1.5 سال گذشته که حکومت را در دست گرفته نشان می‌دهد که این حکومت در رفتار و برخورد خود با مردم این کشور عدالت نداشته و لذا بعید به نظر می‌رسد در تقسیم و توزیع این کمک‌های بشر دوستانه در محل مورد نظر خود نیز صداقت و عدالت در رفتار را داشته باشد و بدون تبعیض عمل کند. در این میان نباید فراموش کرد که در 1 ماه اخیر طالبان 2 تصمیم تبعیض‌آمیز و سنگین گرفت که صدای همه جهانیان را درآورد. محرومیت دختران از تحصیل در دانشگاه‌ها و ممنوعیت زنان از کار در شرکت‌ها و نهادهای غیر دولتی. از سوی دیگر مجله بین‌المللی فارین پالیسی با انتشار گزارشی در این باره ضمن اشاره به برخی مستندات و اظهار نظرهای داخلی و خارجی در افغانستان نوشت بسیاری از کمک‌های نقدی هرگز به دست نیازمندان نمی‌رسد. مقادیر نامعلومی از این پول توسط طالبان دزدیده می‌شود و در محل دیگری هزینه می‌شود. فارین پالیسی پیشنهاد داده به جای تحویل این کمک‌های نقدی به بانک مرکزی افغانستان که زیر نظر دولت طالبان اداره می‌شود، این پول‌ها در اختیار بانک‌های خصوصی بین‌المللی که در افغانستان شعبه دارند قرار گیرند تا در محل مورد نظر هزینه شوند. فاطمه موسوی، اخبار شیعه. در همین راستا حبیب احمدی فعال سیاسی شیعه از سانتنتون انگلیس با ما همراه هستند. جناب احمدی سلام، وقت شما بخیر. سلام علیکم خدا قوت. جناب احمدی آیا میشه فهمید که الان این کمک ها کجا هزینه میشه؟ بفرمان برای بیننده. با تشکر از وقتی که به ما دادین. متاسفانه همچنان جان هستید، در چند ماه اخیر طالبان تصمیم گرفتن که مشخص هست که نفع مردم افغانستان نیست، با اینا به فکر معیشت و به فکر بهبود روزگار زندگی مردم غریب و مردم مظلوم افغانستان نیستند. ما خبرهای شدیدیم در ولایت غور که یک از معتقدا اینا یک کمی به مردم داده بوده مثل گردود و معارد و اینا، طالبان بعدش رفتن همه اونا رو جمع کردن، گفتن هر چی که هر کسی بخواد کمک کنه باید از طریق ما بگذره، یعنی ما به ما بدن بعد ما به مردم میدیم. این نشان میده که طالبان یک جنبش یا چی میگن یک حزب مردم شمول یا برای که برنامه برای آینده افغانستان داشته باشن نیستن. اینا یک تمام چیز را یعنی یک
به تمام معنا یک خودخواه و تمام مسائل را باید زیر نظر طالبان داشته باشند. آقای احمدی، برای جلوگیری از سوء استفاده از کمک های بشر دوستانه به افغانستان چه باید کرد؟ متاسفانه یعنی راه های خیلی وجود نداره. طالبان تقریبا تمام راه ها رو بستن، به این معنا که حرفشان با عملشان یکی نیست. یعنی یک چیزی که بعد میکنن به جامعه جهانی همه اونا رو تقریبا زیر پا گذاشتن، در قراردادی که اینا در قطر داشتن اونا رو زیر پا گذاشتن. در یک ایده سیاسیونی طالب که در بیرون در قطر سخنرانی میکردن واضح میگوتن که ما مشکلی به خانم ها نه به کار خانم ها نداریم، مشکلی با تحصیل خانم ها نداریم. شما دیدیم که همه اینا زیر پا گذاشتن و الان هم خصوصا در برنامه اصلا برای به کمک رسانی به مناطق محروم افغانستان ندارن. یعنی یک راهی مونده اینه، اونم راه مردمی که از طریق بانک های خصوصی به مردم برسونن و اونجا انجیو ها یا مثلا سازمان های بین المللی باید نیروهای مردمی خودشون رو اضافه کنن، اونم شاید هم به طالب و این مسئله برخورد کنن. فیلحال تنها راهی که هم باقی مونده راهی هست که سازمان های انجیو ها باید خودشون یک کاری بکنن. یعنی هیچ کار را باید به طالب امیدوار نباشن و اونا به هیچ عنوان حاضر نیستن، یعنی کاری برنامه ندارن برای کمک رسانی برای مردم افغانستان. اتفاقا هر کار را که طالب تا حالا انجام داده باعث بدبختی افغانستان شده. تشکر میکنم آقای احمدی. حبیب احمدی، فعال سیاسی شیعه از سانت آنتون انگلیس با ما بودند.